سلام و درود به شما. رشا بهمنی هستم، پزشک عمومی. این برنامه 37 درجه اختصاص داده شده به چاقی مفرط. با هم نگاهی میندازیم به تازه‌ترین تحقیقات در مورد این موضوع. بعد هورمون‌هایی میگیم که اشتها و وزن رو کنترل می‌کنند. دولبه جراحی چاقی، درمان دیابت یا راه حلی پرخطر برای کاهش وزن، و بالاخره آیا شکلات برای سلامتی مفید یا مضر؟ اگر شما مثل من هیچ وقت از وزنتون راضی نیستین و با انجام چندین و چند رژیم غذایی هنوز نتونستین به وزن ایدئال برسین، این برنامه و گزارش علتش رو برامون میگه که چرا این اتفاق در بدن میفته. البته این مشکل فقط من و شما نیست. به گفته وزیر بهداشت ایران، نصف مردم ایران چاق هستن و دارای اضافه وزن هستن. و باز هم این مختص ایران نیست، بلکه در 40 سال گذشته تعداد مردانی که دچار چاقی مفرط شدن 3 برابر و خانمها 2 برابر شده. جدیدترین تحقیقات در رابطه با درمان این بیماری چه چیزی رو برای ما روشن میکنه و نتایج این تحقیقات چطور میتونه به من و شما کمک کنه؟ نازنین معتمدی و پاسخ این سوالات. خوردن برای شما چقدر مهمه؟ برای من خیلی. حتی با پرسیدن سوالش هم گرسنه نمیشه. من تقریبا بیشتر لحظات زندگیمو دارم به این فکر میکنم که چی بخورم، کی بخورم، چقدر بخورم و مهمتر از همه کی نخورم. تصمیماتی که دقیقاً نمیدونم که از نظر علمی چطور شکل میگیره و چطور میشه کنترلش کرد. کنترل وزن و اشتها برای بعضیا خیلی سخته. ده‌ها رژیم غذایی رو امتحان میکنن و با اینکه خیلی هم پشتکار و اراده دارن نمیتونن وزنشون رو پایین نگه دارن. چرا؟ دلیلش این مواد شیمیایی هن. هورمون ها. همون پیام رسان های شیمیایی بدن. گروهی پروتئین که روی رفتارها و اندامهای ما تأثیر میذارن. محققان ایمپریال کالج لندن چند سال قبل 2 هورمون بسیار مهم رو کشف کردن. هورمون هایی که اشتها رو کنترل میکنن. الان میدونیم 2 هورمون مهم روی مرکز اشتها در مغز اثر میذارن. یکی هورمون گرلین که باعث احساس گرسنگی میشه، یکی هورمون PYY که از روده ترشح میشه و باعث کاهش اشتها میشه. کشف این 2 هورمون فصل جدیدی در مطالعات چاقی باز کرده. تازه فهمیدیم روده میتونه با ترشح هورمون روی مغز اثر بذاره و بگه چقدر گرسنه یا چقدر سیری، کی بخوری، کی نخوری. میزان ترشح این 2 هورمون در کسایی که چاق مفرط هستند با افراد معمولی متفاوته. به همین دلیله که اونها علارغم همه تلاشایی که میکنن نمیتونن وزنشون رو پایین بیارن و روی وزن پایینشون بمونن. چاق مفرط به کسی گفته میشه که BMI یا شاخص توده بدنیش 40 یا بالاتر از اون باشه. باید اعتراف کنم که تا حالا فکر میکردم کسایی که وزنشون زیاده و نمیتونن وزنشون رو پایین نگه دارن به این دلیله که اراده کافی ندارن. نمیدونستم که میزان ترشح هورمون سیری و گرسنگی توی بدنشون اینقدر با ما متفاوته. میخوام این تفاوت رو بهتون نشون بدم. در مورد هورمون گرسنگی، افرادی که اضافه وزن ندارن به محض خوردن غذا به شدت هورمون گرسنگیشون کم میشه و در طول ساعت‌های آینده کمی میره بالا. برای افرادی که اضافه وزن دارن و چاق مفرط هستن این نمودار تقریبا به این صورت هست. یعنی اونا تو طول روز همیشه به یک اندازه ثابت گرسنه هستن. در مورد هورمون سیری دقیقاً عکس این هست. به محض خوردن غذا میزان هورمون سیری به شدت میره بالا و در طول ساعت‌های آینده کم میشه. در
افرادی که چاق مفرط هستن به محض خوردن غذا یک مقدار کم این هورمون میره بالا و میاد پایین. در واقع اونا هیچ وقت احساس سیری نمی کنن. برای همونی که معمولا از این افراد میشنویم که گرسنه‌شون نمیشه ولی وقتی شروع میکنن به خوردن دیگه نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. من به دیدن یکی از این افراد رفتم. کسی که برای مقابله با چاقی مفرطش به نظر من یه راه حل پرخطر رو انتخاب کرده. جراحی. آقای جهاد مرهی لبنانیه. 50 سالشه و 115 کیلو وزنشه. چندین و چند رژیم غذایی مختلف رو زیر نظر پزشکا و متخصصا امتحان کرده ولی دوباره به وزن اولیه برگشته. از کی چاق شدین؟ 3 ساله. عکسی دارین از وقتی که لاغرتر بودین؟ بله. چقدر لاغر بودین؟ چند سال پیشه؟ تقریبا 30 سال قبل. زمانی که تو ارتش بودین؟ دقیقا، مال همون موقع است. مشکل چیه؟ وقتی شروع میکنید به خوردن دیگه نمیتونید جلوی خودتونو بگیرین؟ بله، وقتی شروع میکنم به اندازه 2 یا 3 نفر میخورم. بعد از غذا خوردن اصلا نمیتونم تکون بخورم، باید حتما بخوابم. چاقی چه مشکلاتی رو براتون ایجاد کرده؟ دیابت دارم و قند خونم هر روز خیلی بالاست. هر روز صبح 26 یا 27. انسولین رو که تزریق میکنم و قرص هام رو که میخورم خوبم. اما بعد از 2 ساعت قندم به شدت میاد پایین. حال خیلی بدی بهم دست میده. مثل اینکه داری سکته میکنی. نمیتونم کار کنم. نمیتونم رانندگی کنم. هیچی. احساس ضعف شدید بهم دست میده. دوباره مجبور میشم برای بالا آوردن قندم یک نوشیدنی شیرین بخورم. بعد از 2 ساعت دوباره همون سیکل شروع میشه. دوباره قند خونم خیلی میره بالا. چند بار در روز انسولین تزریق میکنید؟ 3 بار. از 2 سال قبل که برای این عمل جراحی چاقی ثبت نام کردم این همه انسولین زدم. نوک سوزنهاش رو یادگاری نگه داشتم. 22 ساله دارم انسولین تزریق میکنم. آقای مرهی علاوه بر دیابت، کلسترول و فشار خون بالا، اخیراً مشکل تنگی نفس هم پیدا کرده. پزشکاش میگن اگه یه کار اساسی براش انجام نشه، احتمال داره مشکلات خیلی جدی گریبانگیرش بشه. آقای مرهی خوشبختانه جزء بیماراییه که در یک تحقیق پیشرو زیر تیغ عمل جراحی میرن. برای اطلاع از چند و چون این جراحی، برمیگردم به مؤسسه تحقیقاتی ایمپریال کالج. میتونید به من مکانیزم جراحی چاقی یا بایپاس رو نشون بدین؟ در این جراحی ما بخش کوچکی از معده به حجم 30 میلی لیتر اندازه تخم مرغ رو جدا میکنیم. این میشه معده جدید ما. بنابراین دیگه غذا از قسمت بزرگتر معده عبور نمیکنه. به علاوه غذا 5 سانتی متر اول روده کوچک رو هم میونبر میزنه. در اثر این جراحی روده بیمارا خیلی بیشتر از قبل هورمون سیری رو ترشح میکنه. هورمون های مثل GLP-1 و PYY. این هورمون‌ها به مغز پیام میدن که بیمار غذا خورده و چون میزان این هورمون‌ها خیلی زیاده، فرد هم خیلی سریع‌تر و هم با حجم غذای خیلی کمتر احساس سیری می‌کنه. بنابراین خیلی زود دست از خوردن می‌کشه. اما گویا یه تاثیر غیرمنتظره دیگه این جراحی اینه که نوع غذایی که مریض بهش تمایل داره بعد از جراحی 180 درجه عوض میشه، درسته؟ بله، ما از خیلی از اوجایی که میان عمل جراحی چاقی بایپاس رو انجام میدن میشنویم که میگن آی دکتر، شما اشتباهی به جای اینکه دستگاه گوارش همسرمو جراحی کنید مغزش رو جراحی کردین. دلیلش هم اینه که قبل از عمل جراحی هر وقت میرفتن رستوران شوهر فقط سمت غذاهای پرکالری میرفت، غذاهای چرب، شیرین و شور. بنابراین مثلا همیشه همبرگر رو به سالاد ترجیح میداد. اما بعد از انجام این عمل جراحی همسرش میگه اون فقط سمت بوفه سالاد میره، اتفاقی که تو چندین سال ازدواجشون بی سابقه بوده، در حالی که بارها متخصصین تغذیه مجرب ازش خواسته بودن که سالاد بخوره ولی نمیتونست. چنین نمونه هایی به ما نشون میده که سلیقه غذایی افراد بعد از جراحی به سمت غذاهای کم کالری تغییر میکنه. آقای مری هم انتخاب شده تا همین عمل جراحی رو انجام بده. پزشکا فکر میکنن این تنها راه حل آقای مرهی برای نجات از وضعیت فعلیشه. Thank you.
معده جدید فرده. اندازش بین 30 تا 50 میلی لیتره. اندازه یه شات اسپرسو. مثلا چقدر؟ یعنی یه سوم معده اصلی؟ نه، خیلی کمتر. این ارگان سفید که میبینین بخشی از معده است که الان کنار گذاشته شده. ببینین چقدر بزرگه؟ اندازه معده جدید 1/10 یا 1/12 اینه. الان میخوام روده کوچیک رو با این منگنه جراحی وصل کنم به کیسه جدید معده. هدف این کار اینه که معده کوچیک رو کاملا از معده اصلی جدا کنیم که دیگه غذا وارد معده بزرگ نشه و از همین معده کوچیک مستقیم وارد روده شه. اینجا در این بیمارستان دولتی این عمل فقط برای دو دسته از افراد انجام میشه. دسته اول کسایی هستن که BMIشون بالای 40، یعنی کسایی که چاقی مفرط دارن. دسته دوم کسایی هستن که BMIشون بالای 35 ولی به خاطر چاقی مریضی هایی مثل دیابت نوع 2، فشار خون بالا یا کلسترول دارن و اگر نتونن خودشون لاغر کنن سلامتیشون به خطر میفته. نتیجه این جراحی معمولاً اینه که مریض 1/3 وزنش رو از دست میده و تا 20 سال آینده میتونه روی همون وزن بمونه. اما هیچ عمل جراحی بدون عوارض نمیشه. این عوارض در 2 یا حداکثر در 3% از بیمارها اتفاق میفته. ولی ما اکثر مواقع در مورد اون 2% صحبت میکنیم تا 98%. چون میخوام مریض بدونه که این جراحیه با خطرات و عوارض احتمالیش. بیشتر عوارض مربوط میشه به اتصال روده کوچیک به معده. باید مطمئن شیم که محل اتصال کاملا کیپ به هم وصل بمونه و نشت نکنه. خونریزی داخلی هم مثل هر جراحی دیگه ممکنه از عوارض این جراحی باشه. اولا ما همیشه به مریض میگیم این عمل جراحی برای زیبایی اندام نیست. اگه برای لاغری میخوان، این عمل بسیار انتخاب غلطیه. هدف این جراحی بهبود شیوه زندگی و رها شدن از بیماری هایی که الان دارین یا ممکنه به زودی بهشون مبتلا بشین. اگرچه برای مبتلایان به دیابت نوع 2 این جراحی معجزه میکنه. چقدر جالب. پس میشه گفت این جراحی درمان دیابته؟ ما ترجیح میدیم درمان نگیم، بگیم بهبود. دیابت رو کاملا پنهان میکنه، طوری که انگار اصلا وجود نداره. 3 ماه از عمل جراحی گذشت و بی صبرانه منتظرم نتیجه عمل رو روی آقای مرهی ببینم. چند کیلو وزن کم کردین؟ 25 کیلو در 3 ماه. در 3 ماه؟ عالیه. وقتی عمل کردم 115 کیلو بودم و الان 90 کیلو هم. اینم عکسش. مهمتر از همه این که دیابتم کلن از بین رفته. دیگه انسولین تزریق نمی کنم. قبلن روزی 12 تا قرص می خوردم، الان هیچ. چیزی که میخواستم بدونم بود که آیا جراحی واقعاً علاقه آقای مرهی رو به غذاهای پرکالوری و پرچرب لبنانی عوض کرده؟ بعد از جراحی اصلاً سیب زمینی و چیزای چرب نمیخورم. نونم همینطور. چرا دیگه میل ندارید؟ بله، اصلاً دلم غذاهای چرب و پر از نشاسته نمیخواد. برای خودم هم عجیبه. امیدوارم این شروع زندگی سالمتری برای آقای مرهی باشه و تغییری باشه ماندگار. مشخصه که عمل جراحی آقای مرهی فقط باعث کم شدن اشتهاش نشده، بلکه کلن نگاهش رو نسبت به غذا عوض کرده. فقط هم آقای مرهی نیست، بقیه بیمارایی هم که این عمل جراحی رو انجام دادن دقیقا نتیجه مشابهی گرفتن. سوالی که بر من پیش میاد اینه که چطور ممکنه عمل جراحی روی معده یک فرد تا این حد بتونه روی فکر کردن و نحوه عمل کرده مغز اثر بذاره؟ آیا وزن افرادی که چاق مفرط هستند با مغز افرادی که وزنشون معمولی متفاوته؟ محققان برای گرفتن جواب این سوال از تکنیک جدید MRI فانکشنال استفاده می کنند. منم به مؤسسه ایمانووا اومدم و بخشی از تحقیقاتشون شدم. اینجا اول مجموعی از عکس‌های غذاهای پرکالوری رو به من نشون می دن. و همزمان با MRI فعالیت مرکز پاداشدهی مغز من رو بررسی می کنن. بعد عکس غذاهای سالم رو نشونم میدن. MRI کشش ناخودآگاه من به اون غذاها رو ثبت میکنه. یکم ترسناک بود چون با این دستگاه اصلا نمیتونستی احساساتتو مخفی کنی. دکتر میراث و تیم تحقیقاتیش میخوان با استفاده از همین تکنیک به این نتیجه برسن که مغز افراد چطور قبل و بعد از جراحی اینقدر متفاوت عمل میکنه.
با این عکسایی که نشونم دادید من به شدت حواس لازانیا و چیزبرگر کرده بودم. فکرم خیلی خراب کردم. نتیجه چی بود؟ رنگ قرمز نماینده اون بخشی از مغز که فعالیت قابل ملاحظه‌ای در پاسخ به عکس‌های غذاهای پرکالری داشتند، مثل همبرگر و پیتزایی که نشونت دادیم. می‌بینیم که سیستم پاداش مغزت خیلی فعال بوده. حالا من رنگ سبز رو روی این تصویر میارم که نشونگر بخشی از مغز که موقع دیدن غذاهای کم کالری فعال بوده. تقریبا همون بخشی از مغز که به غذاهای پرکالری فعالیت نشون دادن این بار هم فعال شده. درست. حالا تصاویر مغز کسی که چاق مفرطه با امارای من چه فرقی میکنه؟ همونطور که میبینید میزان فعالیت مغز کسی که چاق مفرطه خیلی خیلی بیشتره، مخصوصا در واکنش به عکس غذاهای پرکالری. قبل و بعد از عمل جراحی چاقی تغییری در عملکرد مغز افراد میبینین؟ بله خیلی. در ردیف پایین واکنش مغز یک نفر به غذاهای پرکالری قبل از عمل جراحیه و ردیف بالا واکنش همون فرد به همون عکس ها بعد از عمل جراحی. تفاوت به وضوح مشخصه. واقعا شوکه شدم. انگار این عمل جراحی دکمه ریست رو توی مغز فشار میده. بحث درمان چاقی مفرط مثل دریا گسترده است. ژن، هورمون، مغز افراد و شیوه زندگی همه روش تأثیر میذارن. این روزها محققا اینجا در بریتانیا تلاش میکنن تا دارویی با همین اثر جراحی بسازن و به این ترتیب با یافتن درمان دائمی برای چاقی مفرط این دریای طوفانی رو برای همیشه آروم کنن. آقای دکتر مجید هاشمی، جراح و متخصص دستگاه گوارش از دانشگاه UCL لندن همراه ما هستم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. شما حدود 4000 عمل جراحی روی معده و مری و حدود بیش از 2000 عمل جراحی روی چاقی مفرط انجام دادیم. خیلی از کسانی که چاقی مفرط دارن و این برنامه رو میبینن فکر میکنن که تنها راه درمان جراحی هست. اما این تصور نادرسته. چرا؟ جراحی چاقی جراحی خیلی بزرگیه و مریضایی که چاقی دارن هم از دلیل چاقیشون هم از دلیل عوارض چاقیشون ریسکشون برای جراحی و بیهوشی زیاده. برای همین وقتی که تصمیم گیری برای جراحی انجام میشه هم برای دکتر هم برای مریض خیلی مهمه که بدونن که آیا مریض به این تیپ نوع جراحی جواب میدن یا نه. میدونیم که مریضایی که BMIشون وزنشون کمتر از BMI 30 باشه به اون صورت به جراحی چاقی جواب نمیدن. در این حال میدونیم مریضایی که BMIشون بالاتر از 35 هست و دیابت نوع 2 داشته باشن به این جراحی بایپاس خوب جواب میدن. آقای دکتر، توصیه شما برای کسانی که چاقی مفرط دارن برای اینکه وزنشون رو پایین نگه بدارن و یا اینکه بتونن کنترلش بکنن چیه؟ برای همه مریضا، حتی اونایی که وزنشون خیلی زیاده، BMIشون بالاتر از 40 هم هست، مرحله اول راه غیر جراحی هست و از اول از راه تغذیه شروع میکنیم با رژیم غذایی و در کنار این کمک با ورزش‌های مختلف که اگه مریض بتونه ورزش‌ها رو در کنار رژیم انجام بده. برای مریضایی که BMIشون کمتر زیر 30 فقط از این راه‌ها سعی می‌کنیم کنترل بکنیم و از خیلی از زحمات مریض این بد باشه که وزنشون بالاتر از BMI 30 نره و بعضی وقتا می‌بینیم که دیابت و مشکلات دیگه‌شون به همین رژیم‌های غذایی جواب میده و این تو تحقیقات هم نشون داده شده که رژیم زیر 1000 کالری در روز در کنار جراحی هم دیابت هم چربی خون هم کلسترول جواب میده. تنها راهش جراحی نیست. بعد گفت مریضایی که برای جراحی هم انتخاب میشن بعضی وقتا 2 سال 3 سال شده بیشتر حتی با این رژیم های غذایی و با کنترل خوب دیابتشون حالتشون رو بهتر میکنیم که وقتی به مرحله جراحی برسن بهتر جواب بدن و اون پانه مثبتی که از جراحی میگیرن وزنشون رو کم میکنن دیابتشون بهتر میشه هم دراز مدت استفاده ببرن از این هم بهتر و راحتتر به این مرحله برسن هم ریسک جراحیشون کمتر میشه. برای این رژیم غذایی و ورزش و این چیزای غیر جراحی برای هم مریضه برای عمل آمادگی عمل مهمه هم برای مریضه که اصلا به عمل نمیرسن. 80% کسانی که دیابت نوع 2 رو داشتن و عمل جراحی شدن درمان شدن. میخوایم بدونیم این درمان چقدر در بدن اونها ماندگار هست. مریضایی که دیابتشون کمتر از 5 سال قبل از عمل داشتن یعنی 2 سال تا 5 سال بهتر جواب میدن. مریضایی که دیابتشون بیشتر از 10 سال قبل از موقعی که به عمل رسیدن
درجا بوده و حتی عوارض دیابتشون دیگه شروع شده، به اون صورت کامل جواب نمیدن. این نتیجه که از عمل میگیریم، میدونیم که تا 10 سال اول نتیجه خیلی خوبه. دراز مدت خیلی ربط داره به خود مریض، روش مریض. اگر مریض بتونه وزن و خودشون کم نگه دارن و با دستورات بعد از عمل خوب جلو برن، احتمال زیادی هست که دیابتشون بر نگرده، طوری که نتیجه دراز مدت الان ما میبینیم. اگر مریض وزنش برگرده و با رژیم غذایی نتونن خودشون رو تطبیق بدن، هم وزنشون برمیگرده هم دیابتشون احتمال برگشت داره. همطور که خودتون هم گفتین، در واقع دو هورمون سیری و گرسنگی میتونه توی کاهش وزن اثر خیلی زیادی داشته باشه. آیا به غیر از عمل جراحی هیچ راه جایگزین دیگه یا درمان دارویی هست که بتونه این دو هورمون رو کنترل کنه؟ کاشکی که داشتیم. این دهه آخر خیلی از تحقیقات به دست آوردیم، دیدیم که PYY، گردین، خیلی از این هورمونا تو مریضای چاقی فرق دارن وقتی میبینیم مقایسه میکنیم با مریضای غیر چاقی. در این زمینه دیدیم که مریضایی که عمل میشن و عملهای مختلف میشن تاثیرات مختلف میذاره روی همین هورمونای PYY، گرنین و بقیه هورمونا. الان امروز دارویی نیست به اون صورت که یا PYY رو زیاد کنه سیری رو بیاره یا گرنین رو کم کنه سیری بیاره. فکر کنم یه دهه ای شاید حتی 2 دهه طول بکشه تا داروهای خوب بیان با این هورمونا کار بکنن، ولی فعلا نه. اینجا برای کسانی که واجد شرایط چنین عمل جراحی باشن، دولت متقبل میشه و هزینه ها رو میپردازه. خواست این کار چیه؟ جراحی گستریک بایپاس بین 7000 تا 15000 پوند هزینه شه. جراحی گرونیه. و حتی 15 سال پیش که میخواستم خودم شخصا این برنامه رو راه بندازم تو شمال لندن، خیلی از همکارا میگفتن جراحی واجب نیست، جراحی گرونیه و مثل جراحی زیباییه. ولی وقتی که مخارج دولتی رو برای مریضایی که دیابت دارن نگاه میکنیم، نه تنها خرج برای خود مریض دیابت، برای مشکلات کلی چشم، زخم پای که اینا دارن و داروهایی که استفاده میکنن، ببینید که انقدر خرج برای این مریضا زیاده که همه مخارج جراحی گستریک بایپاس رو بذاریم رو هم، بازم پسنداز میکنن و نه تنها کوتاه مدت، دراز مدت پسنداز خیلی بیشتری هم میکنن. و از این را تونستیم دولت رو قانع کنیم که الان اکثریت عملی که تو انگلیس انجام میشه دولتی هستن. این مریض چیزی نمیده برای این عمل. خیلی ممنون که با ما بودین آقای دکتر. بدانم که آیا شکلات برای سلامتی خوب است یا ضرر داره؟ شکلات برای بدن مفیده، ولی بستگی داره که چه نوع شکلاتی باشه. ما کلاً 3 نوع شکلات داریم. شکلات سیاه که دارک هم بهش میگن، شکلات شیری و شکلات سفید. شکلات سیاه به خاطر داشتن کاکائو و فلاونوئید برای بدن مفیده، چون باعث کاهش کلسترول، کاهش فشار خون و همینطور کاهش التهاب میشه و از طرفی باعث افزایش انعطاف‌پذیری رگ‌ها و سرخ‌رگ‌ها میشه. پس احتمال بروز بیماری‌های قلبی رو کم میکنه. اما نوع دوم شکلات، شکلات شیری هست که هم کاکائوی کمتری داره و هم فلاونوئیدش کمتر هست. و از همه بدتر شکلات سفیده که نه کاکائو داره و نه فلاونوئید و برای بدن مفید نیست. اما یادتون باشه هر نوع شکلاتی که انتخاب میکنید مراقب باشین که مواد دیگه هم درش هست، مثل قندها و چربیهای اشباع شده که برای بدن مفید نیستن. هفته ای 4 بار و هر بار 2 مربع کوچیک از شکلات سیاه برای بدن خیلی خوبه و نه بیشتر. پیشنهادات شما برای ما دلگرم کننده است. همچنان به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل ما هست siohaf@bbc.co.uk. به صفحه فیسبوک ما سری بزنید، اون رو لایک کنید و به دوستانتون معرفیش کنید. facebook.com/siohafbbcpersian. همینطور میتونید در توییتر ما رو دنبال کنید @siohafbbcpersian. تا ماه آینده شاد و سالم باشید.